همکارم بابک اسحاقی از جنوب اسرائیل ما را همراهی میکنه. نمیدونم که همچنان در نزدیکی گذرگاه نیتسان هستی یا نه بابک، اما اگر که از آخرین ها و اونچه که تحولات اخیر هست از اسرائیل برای ما بگی ممنون. بله، جلیقه من محافظتی من نشان میده که از طرف مصر به طرف نوار غزه اومدم. همکنون من در جنوب اسرائیل هستم، در نزدیکی مرز با نوار غزه. گذرگاه نیتسانا را ما دیدیم که چگونه کامیون های حامل کمک های بشر دوستانه که بیشتر اونها از کویت رسیده بود از مصر به اسرائیل اومد و در اونجا بازرسی شد و پس از اون دوباره به مصر و از اونجا به سوی گذرگاه رفح و نوار غزه انتقال پیدا کرد. در کنار اون همونطوری که گفتی جنگ همچنان ادامه داره. دو هفته از ورود زمینی اسرائیل به نوار غزه میگذره. تا کنون اسرائیل 34 سرباز کشته و ده‌ها زخمی در این جنگ زمینی داشته. در آن ور هم بیش از 10,000 نفر در غزه کشته به جا گذاشته. در کنار اون در رابطه با تونل‌ها گفتی، در حال حاضر اسرائیل میگوید که بیش از 130 تونل هجومی و دفاعی حماس را نابود کرده، اما هنوز صدها تونل وجود دارند که افراد حماس در اونها هستند. امروز گزارش هایی به دست ما رسید که سربازان اسرائیلی میگویند که صدای افراد نظامی حماس را از زیر زمین میشنوند که از اونها کمک میخوان و میگویند که در حال خفه شدن هستند و در کنار اون پیشروی ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه هم ادامه داره. اونها به قلب شهر غزه رسیدن. امروز کانال‌های تلویزیون اسرائیلی گفتن که ورود اسرائیل به شهر غزه کاملا محاصره رئیس ستاد فرماندهی کل حماس را در بر گرفته، کاملا محاصره هستش. اسرائیل هنوز منتظر هستش که قبل از تخریب و ویرانی کامل ستاد فرماندهی حماس اونها را واجب به تسلیم بکنه. در حال حاضر جنگ به شدت در داخل شهر غزه ادامه داره. پریسا، از توضیحاتت ممنونم. همکارم بابک اسحاقی که از جنوب اسرائیل ما را همراهی می‌کردید.